سرخط خبرها فائق با اکرم، من آموزش زنان فرهنگ طالبان است نه فرهنگ پشتونها. طالبان در هلمند 16 نفر را در محضر عام دره زدن. طالبان آخرین میخ را بر تابوت ملت کوبیدن. مشروع خبرها نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در واکنش به سخنان نماینده پاکستان در این سازمان گفته است که من آموزش زنان فرهنگ طالبان است نه فرهنگ پشتونها. آقای فائق در نشست پیرامون وضعیت بشری در افغانستان در مقر سازمان ملل گفت طالبان افغان نیست موضوع فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان جلوگیری کنند، اما این فرهنگ مردم افغانستان نیست. این در حالی است که منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل در این نشست گفته است که محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط بدین نداشته و برخواسته از فرهنگ پشتون هاست، اما سرپرست نمایندگی افغانستان این ادعا را رد کرد. او افزود که محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است فرهنگ عجیب و غریب پشتون هاست. سرپرست نمایندگی افغانستان افزود می خواهم بگویم که اعمال طالبان ریشه اسلامی ندارد و برخلاف اسلام است، اما ربط به فرهنگ افغانستان نیز ندارد. من با برادر عزیزم منیر اکرم موافق نیستم. این هیچ زمان فرهنگ مردم افغانستان حتی از قوم پشتون نبوده است. نصیر احمد فائق می افزاید که متاسفانه در ساعاتی که در طول 20 سال گذشته در کنترل طالبان قرار داشت، آنان مکتبها را در آن آتش می زدند و دختران و حتی پسران را نمی گذاشتند مکتب بروند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اضافه کرد حتی در وزیرستان شمالی در پاکستان، جایی که اکثریت باشندگان آن اقوام پشتونند، هیچ زمان نشنیده‌ایم که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداده باشند. طالبان در هلمند 16 نفر را در محضر عام دره زدند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که 16 نفر را به اتهام دزدی، رابطه نامشروع و تخطی اجتماعی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند شلاق زدند. طبق اعلامیه دادگاه عالی طالبان، این 16 نفر به 30 تا 39 ضرب شلاق محکوم شده بودند و آنان روز پنجشنبه 13 دلو در ملای عام مجازات شدند. طالبان پیش از این هم 10 نفر را در هلمند و سایر ولایت‌ها در ملای عام شلاق زدند. تطبیق حکم شلاق از سوی طالبان با وجود محکومیت گسترده بین‌المللی همچنین در ولایت‌های مختلف کشور ادامه دارد. سازمان ملل شلاق زدن مردان و زنان توسط طالبان را ظالمانه خوانده است. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد منابع از بازداشت اسماعیل مشعل استاد دانشگاه توسط طالبان خبر دادند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اسماعیل مشعل استاد دانشگاه توسط طالبان بازداشت شده است. اسماعیل مشعل یکی از معترضان من آموزش دختران توسط طالبان است و چند پیش در اقدام اعتراضی مدارک تحصیلی خود را پاره کرد و او به تازگی به مردم به ویژه دختران کتاب هدیه می داد. جنگ و اصل با تی تی پی بازنده کیست؟ زمانی که هسته های اولیه تحریک طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی پاکستان گذاشته می شد، ارتش و حکومت پاکستان آن را تهدید جدی برای پاکستان نمی دیدن. ارتش پاکستان به این گمان بود که تحریک طالبان پاکستان را نیز می توانند به زودی همانند گروه های دیگر اسلامگرا تحت کنترل خود بیاورند. بنابراین کدام اقدام جدی برای خونسا کردن و نابودی آنها نکرد. شاید ارتش و استخبارات پاکستان به این باور بودند که تولد چنین گروهی می تواند در آینده برای اهداف تاکتیکی پاکستان در افغانستان و کشمیر به کار آید و بتواند از آن استفاده کند، اما با گذشت زمان چنین نشد. طالبان پاکستان با گسترش فعالیت‌های دهشت افغانی و تصرف بعض ساعات در مناطق قبایلی، زنگ خطر را در اسلام آباد به صدا درآورد، بخصوص زمانی که موفق شد نیروهای نظامی پاکستان را از بخش‌های وسیع از مناطق قبایل آزاد بیرون کند و تسلط خود را به دره سوات گسر جهد. زمانی که فعالیت‌های تی تی پی افزایش یافت، ارتش پاکستان مجبور به راه اندازی عملیات نظامی علیه این گروه شد. اولین جنگ مستقیم ارتش پاکستان با تی تی پی در اواخر سال 2007 واقع شد که به نام جنگ اول سوات مشهور شد. هدف این جنگ تصرف دوباره دره سوات از تی تی پی بود. پس از این جنگ ارتش پاکستان تا سال 2014 چندین عملیات نظامی دیگر را در مناطق قبایل آزاد را اندازی کرد. این عملیات های عبارتند از عملیات زلزله، عملیات صراط مستقیم، جنگ دوم سواد، عملیات رای نجات، عملیات جانباز، عملیات ساقیس یا عملیات کوی سفید، عملیات رای شهادت و عملیات خیبر. آخرین عملیات ارتش پاکستان عملیات ضرب غضب بود که در میانه سال 2014 به وقوع پیوست.
و در آن بیش از 30,000 نیروی ارتش پاکستان شرکت داشتند. در آن عملیات بالاتر از 400 سرباز ارتش پاکستان کشته و بیش از 1,000 تن دیگر مجروح شدند. با این ترتیب چند صد هزار غیر نظامی از مناطق وزیرستان شمالی به افغانستان و داخل پاکستان آواره شدند. در آن عملیات ارتش پاکستان موفق شد تمام ملیشه‌های تحریک طالبان پاکستان را از آخرین پایگاهشان در وزیرستان شمالی بیرون کرده و مجبور به فرار به افغانستان سازد. هرچند عملیات ضرب غضب را بزرگترین عملیات برای نابودی آخرین پایگاه تروریستان در پاکستان میگفتند، اما چنین نبود، بلکه ارتش پاکستان با یک برنامه خاص به طور قضی این جنگجویان بومی پاکستانی را از خاک خود بیرون کرده و به افغانستان سوق داد تا در اینجا با طالبان افغانستان یک جا شده و علیه دولت قبلی افغانستان بجنگند. به این ترتیب پس از متواری شدن به افغانستان، رهبران و جنگجویان تی تی پی به طالبان افغانستان پناه آوردند و کنار آنها جنگیدند و در این مدت به متحدان یکدیگر مبدل شدند. هرچند رهبران تی تی پی با طالبان افغانستان از گذشته روابط نزدیک داشتند، اما دارای یک سازمان منسجم همانند کنونی نبودند که آنها را به عنوان گروه واحد با اهداف مشخص تعریف کنند، بلکه همانند جنگجویان ایدئولوژیک زیر فرمان فرماندهان طالبان افغانستان می جنگیدند. به طور مثال بیت الله محسود، بنیانگذار و اولین رهبر تحریک طالبان پاکستان، در کنار جنگجویان جلال الدین حقانی بین سالهای 1996 تا 2001 در خطوط شمالی علیه نیروهای احمدشاه مسعود می‌جنگید. پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان در سال 2001 او به پاکستان برگشت و در مناطق قبایل آزاد به فعالیت‌های خود ادامه داد، تا اینکه در سال 2007 نیروهای اسلامگرا در مناطق قبایلی و خیبر پختونخوا را که خواهان تطبیق شریعت در پاکستان بودند انسجام داد و تحریک طالبان پاکستان را من ایجاد کرد. در حقیقت این انسجام تطبیق نیروهای پراگنده بود که تحت رهبری مسعود به یک سازمان منظم مبدل شدند. در حال حاضر تی تی پی دارای ساختار سازمان مشخص و 7 تا 10 هزار نیروی جنگی فعال در دو سوی خط دیورند است و به یک تهدید بالقوه برای پاکستان مبدل شده است. از این رو تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر به یک واقعیت انکارناپذیر مبدل شده است و حکومت پاکستان نمیتواند با آسانی از صد آن عبور کند. هرچند در سالهای قبل حکومت پاکستان تلاش می‌ورزید تا تعدید این گروه را کمجل بدهد و چنین استدلال می‌کرد که این گروه دارای پایگاه مردمی در داخل پاکستان نیست و نمی‌تواند تعدید بزرگ باشد، اما این گمان به کلی غلط بود. تی تی پی دارای پایگاه مردمی قوی در مناطق قبایلی و ایالات خیبر پختونخوای پاکستان است. این یک حقیقت تلخ است که ارتش و استخبارات پاکستان از آن به خوبی آگاه بودند، اما در ظاهر آن را انکار می‌کردند و امیدوار بودند پس از ریکار آمدن طالبان در افغانستان این مشکل را بتوانند حل کنند. به طور مثال پس از بازگشت این گروه به قدرت، ارتش و استخبارات پاکستان خواستار همکاری طالبان برای خونسا کردن این تهدید شدند. یکی از خواسته های پاکستان از طالبان تسلیم دهی رهبران تی تی پی بود، اما طالبان افغانستان به خصوص شاخه حقانی تنها حاضر شد زمینه مذاکرات را میان رهبران تی تی پی و حکومت پاکستان مساعد سازند، مذاکراتی که در ابتدا منجر به آتش‌بس نامحدود میان تی تی پی و ارتش پاکستان شد، اما در نهایت شکست خورد. در آن مذاکرات پاکستان از روحانیون مذهبی برای گفتگو با رهبران تی تی پی نیز استفاده کرد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت. نه تنها نتیجه‌ای نداشت، بلکه تعدادی در پاکستان از آن شیوه مذاکرات انتقاد کردند و آن را اشتباه خواندند.